سلام عرض می کنم، من خسرو غریب هستم. قبل از اینکه آهنگ تماشا رو تقدیمتون بکنم، دوست داشتم گپ دوستانه‌ای با هموطنان عزیزم داشته باشم، به خصوص در این شرایط بحرانی که جوانان بسیار بسیار دلیر و شجاع ما، خانم ها و آقایانی که جان بر کف در ایران دارن مبارزه می کنن تا این رژیم استبدادی رو برکنار کنن. دوست داشتم صحبتی داشته باشم در مورد اوضاع و شرایط اخیر ایران. بحثی در گرفته بین روشنفکران که اگر چنانچه حکومت حاضر، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، حاضر شد موقعیت‌های خودش رو تغییر بده و این خواسته های جوانان رو به اونها جامعه عمل بپوشونه، آیا باید با این سیستم همکاری کرد و یا اینکه هنوز باید این مبارزه رو ادامه داد؟ بسیاری از روشنفکرها بر این اعتقادن که هزینه جنگ با این سیستم بسیار گران خواهد بود. در نتیجه اگر سیستم حاضر شد، این سیستم جمهوری اسلامی حاضر شد شرایط خودش رو عوض بکنه، تغییر بده، بهتر اون است که با اون همکاری کرد و همین سیستم رو نگه داشت. من فکر میکنم که چند مسئله در این جریان وجود داره که باید بهش نگاه بکنیم. اول اون که به احتمال بسیار بسیار قوی سیستم جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع تغییری یا تغییر اساسی نخواهد بود و این رو ما در منش و رفتار سردنداران این حکومت به خصوص خامنه ای میبینیم که بسیار لجباز هستند و موقعیت‌های خودشون رو حاضر نیستن که از دست بدن. در نتیجه امکانی همچیزی بسیار ضعیفه. حالا فرض بگیریم که یک همچین چیزی هم اتفاق افتاد و فرض هم بگیریم که حتی حکومت استبدادی جمهوری اسلامی حاضر شد صادقانه برای خواسته های مردم ایران و جوانان ایران قدم برداره و اونها رو جامعه عمل بپوشونه. اگر ما اون رو نگاه بکنیم میبینیم که خب بسیاری از چیزهای این سیستم باید عوض بشه. قانون اساسی به طور کلی باید اصلا کنار گذاشته بشه و مقدار زیادیش باید اصلا، شاید 99% باید اصلا بیرون ریخته بشه و نگه فقط 1% باقی بمونه. سپاه پاسداران باید منحل بشه، نمیدونم این بسیج باید از بین بره و بسیاری از این چیزها که سبب میشه که این سیستم یه چیزی حدود 90% از قدرت خودش رو از دست بده. حالا اگر در چنین شرایطی هم باشه، درست مثل کسیه که دندون دردآوری داره و میره پری دکتر و تقاضا میکنه که این دندونش رو نگه دارن. خب دکتر بهش میگه این دندون انقدر پوسیده است که اولا هزینه زیادی داره من این کار رو برای تو بکنم و ثانیاً اگر حتی درستش هم بکنم زمان زیادی برای تو دوام نخواهد آورد. خب ما اگر نگاه بکنیم قرار باشه 80% 90% از این سیستم رو ما عوض بکنیم، خب حتی اگر سیستم هم موافق باشه به نفع ماست، هزینه کمتری برمیداره که ما اصلا یک حکومت جدیدی رو که بر اساس خواسته مردم هست بیاریم سر کار و هزینه کمتری خواهد داشت، دردسر کمتری خواهد داشت و در نتیجه اصلا این دلایل و استدلالی که حتی اگر حکومت حاضرم بشه باید با این حکومت ساخت، بسیار بسیار دلایل ضعیفی است که هیچ نوع ادله‌ای پشتش من نمی‌بینم. از اون طرف هم اگر صحبت بر اینه که هزینه سرشاخ شدن با این سیستم بسیار گزاف هستش، باز اون هم چاره ای ما نداریم که این راه رو بریم. خصوصیت انسانی در این هستش که ظلم و ستم رو تا یک حدی میپذیره، بعد از اون امکان نداره در مقابل اون سر تعظیم بکنه. همینطور که ما دیدیم در سیستم های فاشیستی مثل استالین، بعد از یه مدتی مردم به هر حال قبول نمی‌کنن. خاصیت انسانی در اون ژرفای وجودش این هستش که یه ظلم و ستم رو، رنج رو تا یک زمانی میپذیره و بعد از اون یا مسئله رهایی یا مرگ، یعنی اون شرایط رو قبول نمی‌کنه. درست همین شرایطی که الان زنان ما در ایران دارن به خاطر ظلم و ستمی که بهشون شده، خب حاضر نیستن این شرایط رو ادامه بدن، یا این شرایط رو عوض می‌کنن و یا اینکه خودشون رو به هر حال فنا میکنن که از این شرایط رها بشن. در نتیجه من فکر نمیکنم استدلال بسیار قوی پشت این موضوع وجود داره که ما بتونیم با سیستم حاضر، با حکومت استبدادی جمهوری اسلامی کنار بیاییم، حتی اگر اونها قبول بکنن که تغییرات و خواسته های جوانان ما رو بپذیرن. اما دو سه نکته دیگه هستش که دوست دارم بهش اشاره بکنم. اولین صحبتم با صحبت های
جوانان بسیار دلیر و قوی کشور ماست که خیلی شجاعانه جان بر کف اومدن و دارن از این شرایطی که بسیار بسیار رقت آور هستش، از این شرایط خودشون رو نجات میدن. بسیار جای تقدیر داره و بسیار جای قدردانی داره. اما مسئله ای که هستش عزیزان من این هستش که ما به هر حال به یک رهبری احتیاج داریم، اما حالا به هر صورت که در حال حاضر هستش، یا اون رهبر رو پیدا نکردیم، یا شرایطش ایجاد نشده، یا نخواستیم، یا هر مسئله‌ای که پیش اومده، به هر حال رهبریتی در حال حاضر وجود نداره. اما میتونیم یه رهبریتی داشته باشیم که نه به صورت سنتی که همیشه وجود داشته، بلکه یه مقدار با شکل متفاوت. و منظور من از این هستش که گروه‌های کوچکی رو تشکیل بدید، گروه‌های بین 5 نفر تا 20 نفر رو تشکیل بدید بین خودتون، و این گروه رو هر کدومتون یه رهبری در اون، یک کسی رو که لیدر باشه در اون انتخاب بکنید، و بعد سعی کنید که در اهدافی که برای پیشبرد این انقلاب هست با هم دیگه همکاری بکنید. البته چون هدف اصلی، هدف براندازی این حکومت است، خب در هدف کلی همه با هم توافق داریم. حالا در اون جزئیاتش میتونید با هم دیگه کنار بیاید و ببینید که چجوری میشه این رو بهتر رهبری کرد. خودتون رو اصلا دست کم نگیرید، به خاطر اینکه شما 20 میلیون نفر هستید، 17 میلیون دانشجو داریم، دانش آموز داریم ما، و 3 میلیون دانشجو. یک ارتش 20 میلیون نفری که در مقابل سپاه و ارتش که رقم اونها حتی 1/10 این مقدار هم نخواهد شد، بسیار قوی هستند. و در ضمن شما یک گروه پراکنده هستید که خود این مسئله بسیار بسیار به تقویت شما کمک میکنه، چون برای دولت امکان پذیری این وجود نداره که در تمام نقاط بتونه حاضر بشه و بتونه با شما بجنگه. در نتیجه این گروه های کوچک و این گروه های بین 5 تا 20 نفری بسیار بسیار گروه های موفقی خواهد بود در پیشبرد این انقلاب. این گروه ها باید 3 مطلب رو یا 3 هدف رو در نظر خودشون بگیرن. اول اینکه سعی بکنن گروه خاموش رو تشویق بکنن و گروه خاموش رو به صحنه بیارن. منظورم اون گروه هایی است که الان به میدان نیومدن، بازاریانی که بازارها رو نبستن، کارگران کارخانه هایی که حاضر نیستن از کار دست بکشن و یا نمیتونن از کار دست بکشن، کارمندان و بقیه ملت که به نوعی درگیر مسائلی هستن که نمیتونن پا به این عرصه بذارن. کار اول این گروه ها این هستش که این گروه ها رو دعوت کنید که بیان. کار دوم و هدف دوم این هستش که سعی بکنید که این اعتصابات و اعتراضات حتما و حتما به صورت مداوم ادامه پیدا کنه. هیچ نوع انقطاعی در این اعتراضات و اعتصابات نباید انجام بپذیره، چون به نفع انقلاب نیست. و سومین مسئله ای که هستش این هستش که سعی بکنید که در دفاع از خودتون مجهزتر باشید. صحبتی هستش الان که خشونت چیز خوبی نیست، حتما هم من موافق خشونت نیستم، اما اگر به شما حمله کردن، اگر گروه بسیجی، اگر سپاه پاسداران، اگر هر کدوم از اینا به شما حمله کردن، حمله کنید بهشون، چون اونها شما رو خواهند زد. بزنید، اونها به شما رحمی نخواهند کرد. اونجور نیست مثل عیسی که شما بیاید حالا این وره گوی صورتتون رو بگیرید، اون طرف صورتتون هم یه سیلی بگیرید، اینها شرم و حیایی داشته باشن. هیچ شرم و حیایی در اینها وجود نداره. ما باید این خشونت رو تا زمانی که این حکومت ساقط بشه ادامه بدید. و این هم که شما به صورت خیلی خیلی راحت خودتون رو در اختیار اینها بذارید و اینها شما رو بگیرن و شکنجه کنن و بکشنتون، اصلا راه درستی نیست. شما باید از خودتون دفاع کنید. در یه مرحله دفاع مسلحانه بسیار بسیار ضروریه. اگر اینها رو در گوشه گیر آوردید و گرفتیدشون، اسلحه‌هاشون رو بگیرید و استفاده کنید. شما باید مسلحانه بجنگید. هیچ راهی غیر از این وجود نداره، به خاطر اینکه اونها هم قوی ترن، هم سلاح بیشتری دارن، هم رزم دیدن، ولی چیزی که اونها ندارند و مجهزش نیستن و شما هستید، این نیت پاک و این نیروی بسیار قوی است که در شماست. در ویتنام نشون داده شد که با یک گلوله ویتنامی به جنگ تانک میرفت و اون تانک رو از بین میبرد. خب این نیت بسیار بسیار قوی است در شما که 100% پشتیبان شما خواهد بود برای برنده شدن در این انقلاب. و امید من همین است که هرچه زودتر و
به انجام بپذیره. اما نکته بعدی رو که میخواستم خدمت مستقر بشم، صحبت من با دوستانی است که خارج از ایران هستند، هموطنان عزیزی که در اقصی نقاط دنیا به خاطر فرار از این سیستم استبدادی مجبور به ترک مملکت شدن و در جاهای مختلف دنیا الان در حال حاضر زندگی می کنن. تظاهرات بسیاری در اقصی نقاط دنیا ما می بینیم که اتفاق افتاده و ایرانیانی که به دور هم جمع شدن و اعتراض خودشون رو، فریاد خودشون رو بلند کردن و هم به دنیا نشون دادن، هم به سردمداران حکومت ایران که از این حکومت منزجر هستن و خواهان رفتن اونها هستن. اما همه ما میدونیم که با این حالی که این کار بسیار زیباست، بسیار قشنگه، بسیار خردمندانه است، اما میدونیم که سردمداران حکومت ایران میدونن که اینها هیچ کدومش باعث انقلاب در ایران نخواهد شد. اون چیزی که انقلاب رو در ایران پیش میبره جوانهایی است که در اونجا دارن میجنگن و جوانهایی است که در اونجا مبارزه میکنن و اونها هستن که اون انقلاب رو ایجاد کردن، اونها هستن که اون انقلاب رو میبرن و اونها هستن که بعداً باید این مملکت رو به دست بگیرن و آبادش بکنن. اما کاری میشه کرد که به این جوانان کمک کرد. به نظر من عقیده‌ای که دارم و توصیه‌ای که دارم این هستش که افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنن، گروه‌های کوچکی مثل گروه‌های 5 نفر تا 20 نفر دور هم جمع بشن و مقداری از پول یا سرمایه‌ای که میتونن با هم با گردآوری از این گروه جمع بکنن و اون سرمایه رو بفرستن و اون پول رو بفرستن به ایران برای کمک به گروه خاموشی که حاضر نیست و یا نمیتونه وارد میدون بشه. الان بسیاری از این گروه خاموش که کارگران کارخانه ها هستن، بازاریان هستن، کسبه هستن، مردم عادی هستن که کار میکنن، خب در وهله اول که میترسیدن به علت اینکه به هر حال این رژیم بسیار یک رژیم بسیار بسیار وحشت آمیز و یه رژیم بسیار خونخواری هست، خب میترسیدن با اون مبارزه کنن. حالا در سایه همت این جوانان دلیر یه مقدار حاضر شدن که وارد میدون بشن، اما به خاطر مسائل اقتصادی که وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال نون شبشون رو باید تهیه بکنن، نمیتونن بیان وارد بشن. کارگرانی که در کارخانه ها هستن، کارمندان، بازاریان، اینهایی که به هر حال به نون شب محتاجن و باید به هر حال یه غذایی رو، یه چیز رو تهیه بکنن که بتونن زندگی بکنن. با کمک شما عزیزان که گروه های کوچکی باشید، مبالغ کوچکی مثل 1000 دلار تا 5000 دلار رو هر کدوم از این گروه ها به طریقی که با ایران در تماس هستید و به هر حال دوستانی دارید اونجا، فامیلی دارید اونجا، راهی رو دارید اونجا، به این گروه ها برسونید، بهشون کمک بکنید که بتونن در انقلاب شرکت بکنن. من فکر میکنم این مهمترین و بزرگترین خدمتی هستش که میتونید الان در حال حاضر به این انقلاب بکنید. احتیاجی به این نیست که یه گروه بزرگی تشکیل بشه، یه سرمایه 100 میلیونی، 50 میلیونی، 20 میلیونی تهیه بشه که برای اونها فرستاده بشه کمک بشه. اولا این کار بسیار مشکله، دوما مسائل پیچیدگی‌هایی که چجوری این پول رو محافظت کرد که دزدی نشه، اختلاسی نشه، اونها خودش مسئله خواهد بود. و در ضمن کسانی هم که دست در کار هستن به هر حال مسائلی ایجاد خواهد کرد که به دست این افراد نمیرسه، ولی گروه های کوچیک حتما قادر خواهند بود و حتما میتونن این کار رو به نحو بهتری انجام بدن. توصیه من هستش که دور هم جمع بشید، مبلغی رو هر چقدر هم کم باشه با هم کنار بذارید، راهی پیدا کنید که به دست گروه هایی که در حال حاضر در ایران به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونن وارد این اعتصابات بشن، دعوت بشن و وارد این اعتصابات بشن. نکته بعدی و نکته سومی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، سخن من با جوانان دلیر و بسیار بسیار دانای کشور ما هستش. سوالی که من اینجا میخوام مطرح کنم و میخوام در نظر شما بیاد، چه کار بکنیم که ما دوباره دچار همین مشکل نشیم، دوباره به یه استبداد بعدی و به یه حکومت مستبدانه بعدی درگیر و دچار نشیم؟ من فکر میکنم راه اساسیش انقلاب درونی است. هر کدوم از جوانهای ما باید یک انقلاب درونی رو انجام بدیم. میدونم ممکنه این الان موقعیت جالبی نباشه برای مطرحش، ولی
بسیار بسیار مهمه و باید در نظر بگیرید، به خاطر اینکه عوض کردن یه حکومت تنها نمیتونه مانع اون بشه که حکومت بعدی یه حکومت مستبدی نباشه. تنها موقعی که ما میتونیم از این چیز رها پیدا کنیم اون دانش و فراستی است که ما رو اجازه میده بهمون خوب فکر کنیم، به صورت عاقلانه تصمیم بگیریم و دارای صفات خوب انسانی باشیم که وقتی اونها رو دارا شدیم هرگز کسی به ما نمیتونه حکومت مستبدانه داشته باشه. در نتیجه این انقلاب درونی که منظورم از دست دادن بسیاری از صفات زشت و بدی است که با این حکومت بسیار بسیار بد اسلامی در 40 سال گذشته در مملکت ما، فرهنگ غلطی که در مملکت ما آوردن و یه مقداری هم فرهنگ خود ما باید تمیز و درست بشه، اون رو باید بکنیم. باید از دروغ گفتن، از جمز و جمود، از این پیش‌داوری، از باورهای غلط، از احساس و عواطف غلط، از خواسته های نادرست، اینها همه و به انضمام بسیاری از مسائل دیگه که گریبانگیر ماست در حال حاضر، باید سعی کنیم اونها رو از خودمون جدا کنیم. این یک کار درونی است، یک کار بیرونی نیست. این هر فردی باید خودش انجام بده. هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم بگیم دست جمعی با هم این کار رو بکنیم. ممکنه با هم دیگه تشریک مسایی بکنیم، ولی این کار درونی است و اگر این کار رو انجام ندیم احتمال این که به این مرض دوباره دوچار بشیم، احتمال این که حکومت استبدادی دیگری دوباره بر مملکت ما حائز بشه و دوباره بر مملکت ما حکم روایی بکنه بسیار بسیار زیاده. در نتیجه اگر خواهان این هستید که ما به این بلا دوباره دوچار نشیم، این انقلاب درونی رو باید آغاز کنیم. و اما سخن آخر و کلام آخر قبل از شنیدن آهنگ من، صحبتی است با آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، من دشمن شما هستم، اما دشمن دانا که بهتر از هزاران دوست نادانی است که الان در دور و بر شما هستم. مطمئن هستم که شما وقایع اخیر ایران رو میبینید و مطمئن هستم که شما میبینید که این کارهای اشتباه شما شما رو به جایی رسونده که تقریبا به بن‌بست رسیدید. نمیدونم چه فکری میکنید یا چه توهمی دارید که فکر میکنید از این مخمصه نجات پیدا خواهید کرد و یا این سرکوب فکر میکنید که به جایی خواهد رسید و یا تصورتون در اینه که اینها مشتی بچه هستن که میان یه سرصدایی میکنن بعدم میرن خونه خودشون و همه قضایا میخوابه. یک همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. شما در یه سراشیبی هستی که 100% سقوطه، اما تنها راه نجاتی که امکان داره بتونه شما رو نجات بده این هستش که قدرتی که در حال حاضر در اختیار شما و دار دست شماست به صورت صلح‌آمیز در اختیار مردمی قرار بدید که الان خواستار اون هستن. میدونم که این کار بسیار بسیار مشکله و میدونم که عواقب اون رو بسیار سنگین میدونید و شاید هم همینطور باشه، ولی راه دیگری غیر از این ندارید. اگر شما دست به این کار بزنید، شما سه منفعت رو برای خودتون خواهید داشت. اولا این که دستتون به کشتار و قتل بسیاری از آدم‌های دیگه نخواهد شد، چه کسانی که با شما هستند چه کسانی که با شما نیستند. به هر حال شما سبب بسیاری از این خونریزی ها نخواهید شد و جلوگیری میکنه از قتل عام بسیاری از جوانان ما که در حال حاضر در میدان هستند. دومی منفعت برای شما اینه که به هر حال ملتی که ببینن شما حاضر شدید از این مسئله خونریزی با داشتن قدرتتون صرف نظر کنید، به هر حال مورد تخفیفی قرار خواهید گرفت. نمیدونم اون تخفیف چقدر خواهد بود، این بستگی به رأی ملت ایران خواهد داشت، بستگی به اونا خواهد داشت، اما به هر حال هر چی که باشه باعث تخفیف این اعمال زشتی است که در 40 سال گذشته از شما و کسانی که با شما بودن سر زده و امکان این هستش که به هر حال بشه در این جهت یه توفیقی پیدا کرد که شما هم بتونید به اون رنج بسیار زیادی که به این ملت دادید به یه جوری تاوانش رو پس بدید.
و اما سومین چیزی که من فکر میکنم منفعت بسیاری هم برای شما و هم برای مملکت ما خواهد داشت و هم برای عزیزانی که الان دارن انقلاب میکنن، این هستش که هرگز سازندگی و ویرانگری با هم آغاز نخواهد شد. در یک زمان شروع نمیشه و در یک زمان نخواهد بود. شما نمیتونید هم جنگ کنید هم شروع کنید ساختمان های چند طبقه ساختن. در زمان جنگ فقط ویرانگری است. الان مملکت ما در حال ویرانگری است. اگر شما این قدرت رو صلح دوستانه و صلح‌آمیز به ملت ایران برگردونید، پرونده این ویرانگری بسته میشه و مملکت شروع میکنه به سازندگی و این بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود برای مردم ما. فکر میکنم در نهایت برای خود شما هم ارزشی خواهد داشت که مملکت رو از حالت ویرانی بیرون بیارید و به حالت سازندگی ببرید. دادن این قدرت به مردم خیلی ساده است. روشنفکرانی در ایران هستند، جوانان بسیار دلیر و بسیار دانایی در مملکت ما هستند که میتونید با آنها تماس بگیرید، میتونید با من تماس بگیرید، میتونید با گروه های خارج از کشور تماس بگیرید، میتونید با افرادی که هستند تماس بگیرید و اجرای این برنامه که قدرت رو در اختیار اونها بذارید رو انجام بدید. امیدوارم که این صحبت من رو که یک صحبتی است از طرف کسی که دشمن شماست ولی صد برابر بهتر از دوستان نادان شماست، بپذیرید و قدمی در این جهت بردارید. به امید آرزوی هرچه زودتر در آزادی ایران ما، به امید کمتر کشته شدن و خونریزی در مملکت ما، به امید اینکه یک روزی بتونیم در صلح و صفای انسانی در کنار همدیگه با هم زندگی بکنیم. تماشا نیست، باید به میدان رفت، باید گلی را کاشت تا عطر گل برداشت، باید که طوفان شد دریا خروش آورد، باید که با سختی بر ساحل سنگی دو ساحل را از نو به هوش آور، کوبید و ساحل را از نو به هوش آور. وقت تماشا نیست، باید به میدان رفت، باید گلی را کاشت تا عطر گل برداشت، وقت تماشا نیست، باید به میدان رفت، باید گلی را کاشت تا عطر گل برداشت. Thank you.
از پنهان، چون چشمه جوشان پیدا شد و جاری، بر دشت و بیابی گلهای زیبا را باید که دریابی. گلهای ما مردن از دست بیابی، از دست بیابی. وقت تماشا نیست، باید به میدان رفت، باید گلی را کاش تا عطر گل برداشت. فانوس و شمع شب خاموش خاموشن، شور و شراری نیست، مردم سیه پوشن. در ساحل دریا جز انتظاری نیست، اینجا زمستان است، بوی بهاری نیست، بوی بهاری.